نام بزرگی را که به خود اختیار کرده، هنوزم مثل یک دوست، مثل یک رفیق با من نشسته، شوخی میکنه، مذاق میکنه. و راستی واقعا مرا بسیار جالب برام این بود که ولی من کمیش فکر میکردم، ولی من فکر میکردم بابا ولی جان سلام، شاید دوست خودم به من پیش نکنه، اما ولی رو دیدم که مثل یک دوست عادی مرا در آغوش گرفت و با من سلام و به من افتخار بخشید. خب کنسرت هایی که داری، یک کنسرت است که گفتی انترنشنالی به خیر میری در چند ممالک که از جمله استرالیا است، افغانستان است، اروپا است. بله، در فرانکفورت است، هامبورگ، مونشن، آمستردام، از طریق نوبل هاوس و کمپانی آوانگ. فکر میکنی به این قسم یک کنسرت دیگه بوده تا حالا در این قسم؟ مثلا 16 تا کنسرت که رد هم مثلا باشه تا این قسم تال نبوده و یک مسئولیت بسیار زیاده ای کار میگیره که یک تیم هستن که تقریبا 10-15 نفر هستن در این تیم، فقط که این تیم در امریکا است، 10-15 نفر نه در خارج در سری کنسرت ها کار میکنن و که برنامه گذاری شوه و این تال این قسم نبوده و این مسئولیت بسیار زیاد میخواه و این مسئولیت مام به دوش گرفتیم. اما خب مثلا کاری که خودت میکنی، فعالیت هایی که خودت داری، خواب تو، خوراک تو، اینا هم زیر کنترلت هست؟ دایت تو خدا بسیار این چیز است که معلوم دار است آدم در کار اینا استرس زیاد داره. یعنی من زندگی من میگن چی میگن زندگی خصوصی پرایوت میگن چی پرایوت، نه ای واقعا برای ما زیاد زیاد مشکل است. ما زندگیم هرچی یعنی هست از مردم است، نه یعنی ای که نمیتونم بگم 20% زندگی پرایویت ما است، ما همیش یعنی خواه فعلا کم میکنم به خاطر که زیاد مصروفیت های دارم، ویدیو های نو میبرایه، مسئولیت دارم که آهنگای نو باید در بازار بیایه، نه و ای به خاطر انتظار از ما دارن مردمیم و طرفدارای موزیکیم و ای نمیتونی انجوی کنی تو که وقتی بفهمی اخزر کار داری، نه؟ ما کمپیر به شما، ما یک گوینده هستیم، یک برنامه را پیش میریم که شاید دوستایی دارم که ششتن برنامه سازا هستن، حتی برای ما که بسیار زندگی عادی رو پیش میبریم. ما اتفاقا یک روز در خانه کنستراکشن داشتم، رنگمالی میکردم خانه را. خب رنگمالا کمک میکردم، رنگمال به ما گفت رنگ تمام شده برو رنگ بیار. ما رفتم تصادف امدیپو لباس رنگی در تنم بود که بله. رنگ کده بودم با کسی خود ما دستای ما رنگ پر. یک نفر در تصادف در امدیپو با یک افغان روبرو شده، گفت بای جان سلام، خود رگمال هستی؟ اصلا حالا یکان دفعه فکر میکنم باید هر دفعه از خانه بیرون میایم باید لباسم درست باشه، موین درست باشه، آدم کمی نارامی باشه با زندگیت. حالا من که تو رو با خود کمپیر میکنم، زندگی شخصی خودت چقدر زیر کنترل باید باشه؟ حتی رفتن یک رستوران به خودت شاید عادی نباشه که بتونی یک رستوران بری. مگر تو رستوران میرم میشینم غذا میخورم، مثلا مینو چند نفر تبصره میکنن، زیر تاسی میرم یواز قاشق در دارم درون کنم دبینیم شاید درون کنم. خب با یک هنرمند من فکر میکنم زندگی نرمال مثل یک آدم افریج نداره. او چه قسمی احساس داری خودت همین که در جایی که چشم دید مردم قرار میگیری، مردم درباره تبصره میکنه یا ارمان سر تهجم میارن؟ این مسئولیت ما ایست که ما هیچ وقت یعنی این چیز کسایی هستن که میخواین وقت نان هستم ولی جان بیا یک عکس که ما بگیر، یعنی من با این مسئولیت با خود حس میکنم که نان ما ایلا کنم کتیشان عکس بگیرم، نه یعنی ای فکر نمی کنم صاحب کوبان که من نانم خلاص شوه بعد از او بیا عکس بگیرین یا در بیرون یا در چیز. خب ای کارا رو خودم انتخاب کردم، نه گپ سری است که باید با این چیز ما عادت کده باشم یا عادت کنم، نه اما مسئولیت زیاد بیشتر از ایست که
از تو انتظار دارن که بعضی هستن که در روز که 24 ساعت داره 14 ساعت خواندنای ما رو میشنوند، یعنی بسیار کسا هستند و اینا بعضی میگن منتظر هستند که یک آهنگ نو بیه از مده بازار نه؟ و این مسئولیت من حس میکنم و این خاطر من همیش کوشش میکنم که کنسرت هایم که از من برگزار بشه یک 6 7 تا آهنگ یا 4 5 تا آهنگ نو داشته باشم که برای مردم چی خواندنای قدیم باشه که ریمیکس جور کنم یه به یک استایل نو برای ملت نشان بدم برای طرفدارایم، یا چی آهنگای نو که از خودم. و این مسئولیت زیاده داره که این مسئولیت ما در دوش گرفتم و بعد این را پیش ببرم. خب میگم آسان نیست، اما وقتی بله. که خودت راه را انتخاب کردی حتما مشکلاتش هم قبول میکنی دیگه. در گفتم باعث یک کسی که در جلو بعد دو چیز برام بسیار جالبه که همیش وقتی که ما در تلویزیون هستیم مردم از ما توقع زیر دارن که ما مثل دگاه باشیم. ما هر چی کنیم از دگاه کمی فرق داریم. ما بسیاری کسا ما رو باعث رول مدل خود میدانن، بسیاری کسا یک هنرمند مثلا ولی جان خودت که میبینن روی تلویزیون، بسیار جوان ها شاید تقلید از لباست بگیرن، از صحبتت بگیرن، از کارت بگیرن. مثلا یک طفل 5 6 ساله رو ببینی خواندن بیاتور میخونه با تمام رپش و با تمام چیزایی که در ویدیو دیده. وقتی ما یک نفر رول مدل میباشه یا گوینده یک برنامه تلویزیون میباشه یا اکتور فیلم میباشه، یک کمی از مردم عادی که اون طرف کامری تلویزیون نشستن باید فرق داشته باشه. اگر ما یک کمی لباس ما فرق میکنه یا کمی شکل موی ما فرق میکنه، باید مردم ما رو ببینن که ما وقتی روی تلویزیون هستیم باید یک کمی از آدمای نرمال تغییر داشته باشیم، از کسایی که مثلا شیشتن از بیننده ها باید تغییر داشته باشیم. مثلا یک بینی سر لباسی که صحبت میکنه یا سر استایل یک کس صحبت میکنه یا سر صحبت یک نفر صحبت میکنه. خب ما میرو انتخاب کردیم آمدیم، وقتی که تغییری در ما میبینین انتقاد نگیرین، چون ما باید تغییر داشته فرق داشته باشیم از دیگه. اگر هنرمند است یا اکتور است یا فیلمساز است دیگه ما بده کمه، چون در جامعه ما اینی میره قبول کرده نمیتونن که خب مثلا اینی آدم سوپر استار ماست، اینی آدم یک گوینده تلویزیون ماست، یا اینی آدم یک فیلمساز ماست، باید کمه براش یه رتبه کمه بالاتر از آدم ها یادی بتیم. اما مردم شاید بسیاری از مردم از خود توقع رو داشته باشن که ولی باید مثل دیگه آدم ها و افغان ها نرمال باشه. امکان نداره، ولی استایلش نرمال نیست، ولی کارش نرمال نیست، ولی یک کسی است که باید همه چیز استایل زندگیش از دیگه کمی فرق داشته باشه. این که نه که بخاطر که هنرمند مشهور است باید ولی فردا مویای خدا شش کالر کنه بیای، نه، اما به هر چه رقمی که ما بخوایم ولی عادی نیست. یا یک هنرمند دیگه ما، یک آوازخوان دیگه ما دیگه در محیط می باشه باید کمی فرق داشته باشه که ریکگنایز شود. دیگه ولی جان ببینیم یک چند تا از کلیپ های کنسرت هایت هم اگر مصطفی جان آماده داشته باشه ببینیم چی داره، و ما می خواهیم که یک دانه میوزیک ویدیو هم آماده کنه برای ما نشر کنه. در آخر اگر وقت ما چند تا از تلفن دوستا رو، چون خود تلفن ها همش زنگ میزنن، دوستا مطمئن هستم میخوای صحبت کنه، اگر وقت ما دوستا عزیز چرا تلفن های شما رو جواب میدیم، چون برای انترویو اختصاصی بود ما نخواستیم که زیاد ولی وقت ولی جان و تلفن ها بگیریم، چون دوستا بسیار صحبت زیاد میکنن وقت به دیگه چیزا نمیمون. خب مصطفی جان تو از خانه رویت را نمایان کن، کردی مرا دیوانه، من عاشق روی تو هوشت سوی بیگانه، از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه، رفتی سوی هر خانه، بیا تو بیا تو دو دستت بگیسو تو چشمای زیبام مرا کردی تو جادو، بیا تو بیا تو دو دستت بگیسو تو چشمای زیبام مرا کردی تو جادو. من بیا بیا نده آزار مرا، دادی بر با چرا گل یاسم توی